بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام خدمت شما رفقای ناظرینم خیلی مخلصیم امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه به ادامه تست های فصل 4 میپردازیم تو این جلسه میخوایم مفصل راجع به سوالات تبادل آب و یخ و تبادل گرمایی با هم دیگه صحبت کنیم جلسه مهمی هست سوالا شاید من یاد بگیر سعی کن خودت هم حل کنی و دست به قلم بشی بریم بریم سراغ سوال بعدی سوال 65 میگه دو کره فلزی همجنس در نظر بگیرید که شعاهای مساوی دارن یعنی آریکاشون هم دیگه برابره ولی درون یکی از آنها حفره خالی وجود دارد اگر به دو کره انرژی گرمایی مساوی یعنی همون گرمای مساوی بدهیم شعاع آنها در مقایسه با هم چگونه تغییر میکنه نمیخوام چیزی رو تخته برات بنویسم تمرین ذهن باید کنی آقا دلتا آر برابر چی بود؟ دلتا آر برابر با آر یک آلفا در دلتا تتا بود درسته؟ پس آر یکا برابر آلفا هم برابر هم جنسن پس من باید دلتا تتا رو به دست بیارم وقتی میخوام دلتا تتا رو به دست بیارم باید برم ام سی دلتا تتا کیو برابر با ام سی دلتا تتا اونی که جرم بیشتری داره دلتا تتا کمتری داره این چون حفره داره توش جرمش کمه پس باید دلتا تتای بیشتری داشته باشه پس اونی که حفره داره دلتا تتای بیشتری داره در نتیجه وقتی دلتا آر برابر است با آر یک آلفا در دلتا تتا چون دلتا تتای بیشتری داره دلتا آرش هم بیشتر هست ببین از قصد چیزی تخته برات نمی نوستم چون نمونه اینو قبلا برات کشیدم باید تمرین ذهن داشته باشید میشه گزینه سوم برای کره ای که حفره دارد افزایش شعا بیشتر است سوال بعدی سوال 66 میگه نمودار گرمایی داده شده بر حسب دمای دو جسم آ و B به صورت دو خط موازی زیر موازی هزاران خط بکش مطابق شکل زیر است اگر جرم جسم آ دو برابر جرم جسم بی باشد ظرفیت گرمایی جسم آ چند برابر ظرفیت گرمایی جسم بی است زیر ظرفیت گرمایی هم هزاران خط نه ولی ده ها خط بیکش ببین به تو ظرفیت گرمایی رو خواسته از تو گرمایی بیشتر ازت نخواسته فرق این دوتا رو دیگه باید بفهمی بنده خدا خب من شکل اینجا رو برات کشیدم آقا هم من چی میخواد؟ ظرفیت گرمایی رو میخواد یعنی وقتی من مینویسم کیو برابر است با MC دلتا تا تتا این رو از من میخواد یعنی سی بزرگ رو از من میخواد پس مینویسم کیو برابر است با سی بزرگ زب در دلتا تتا سوال من چی میخواد؟ ظرفیت گرمایی جسم آ؟ یعنی سی بزرگ آ تقسیم بر c بزرگ بی چقدر هست سوال از من این رو میخواد خب آقا برم سراغ شکلم میگم که قشنگ گوش کن شیشتونگ حواست با من باشه من میگم به اعضای این کیو مساوی که مثلا انقده یه کیویه برای آ از اینجا تا اینجا آمده برای بی هم از اینجا تا اینجا آمده برای آ برای آ وقتی من این رو دارم می نویسم، یه دلتا تتایی اینجا به وجود میاد من اسمشو میذارم دلتا تتایی آ سید جان یه زوم اینجا بده این نخوره تو ملاجش این همینطوری تو ملاجه خب برای بی رو که بخوام بنویسم این رم بیارم پایین این قرمزه میشود دلتا تتای بی آقا اینا با همدیگه مواضین، یعنی این فاصله با این فاصله با همدیگه برابره ببین این با این با همدیگه برابره یعنی این که دلتا تتای آ با دلتا تتای بی با همدیگه برابره دلتا تتای آ برابره با دلتا تتای بی من از این که این دوتا خط موازین فهمیدم این فاصله با این فاصله برابره پس این فاصله با این فاصله یعنی دلتا تتای آ با دلتا تتای بی با همدیگه برابر هستش خب من این رو فهمیدم این از حالا بعدش با یه بیان دیگه هم بهت توضیح میدم خب وقتی من میخوام بنویسم سی آ تقسیم بر سی بی این بچه ها برابر چی میشه این اینا نگر دارم اینو ببرم این زید. میشه کیو تقسیم بر دلتا تتا سی آ می شود کیو آ تقسیم بر دلتا تتای آ کیو بی تقسیم بر دلتا تتای بی خب ببین تو اینجا من گرمایی که به این دوتا دادم برابره این آ شفتش انقدر انقدر کیو من بهش گرما دادم پس کیو آ با کیو بی برابر خط خود دلتای تتای آ با دلتا تتای بی برابر شد اینم با این ساده شد شد برابر با یک یعنی میشه گزینه اول حالا یه جور دیگه حالا بریم ما صرفا نمیخوایم تست بزنیم میخوایم یاد بگیریم الان ما موقع یاد گرفتن اینه خب آقا ببین دقت کن که از این موضوع که جرم جسم آ دو برابر جرم جسم بیه استفاده نشده باش جرم آ دو برابر جرم جسم بی باشه من راجع به این هیچ صحبتی نکردم چون کل این رو گرفتم برابر با سی عملا وقتی که جرم جسم آ دو برابره دو برابر یا نصفه بله دو برابره ز... ویژهش نصف گرمای ویژه بیه که با همدیگه ساده میشن آقا یه تفسیر دیگه هم راجع به این به ما بگو میگم که این نمودار رو یادته این نمودار y ایکس مثلا یه همچین خطی مثلا خطی این چی بود؟ ایگرگ برابر بود با ایکس نگاه کن که الان همینه تتا جای ایکس رو گرفته کیو هم جای ایگرگ رو گرفته شی به خط جای چی گرفته؟ این آ است بعد مگه توی این کیو برابر با MC دلتا تتا نیست به جای این خطه به جای این دلتا تتا ایکس به جای کیو وای پس به جای این M کل این MCه این آ رو گرفته ام سی میشه آ آقا شیب خط اینجا چیه آ پس شیب خط اینجا چیه ام سی یعنی ظرفیت گرمایی یعنی ظرفیت گرم شیب خط با هم دیگه برابره خودش گفته این دوتا با هم دیگه موازی هم. وقتی موازی باشن شیب خط با هم دیگه برابره دیگه نه یا چون این جلوتر از اینه شیب خط فردارا نه اون موقع عرض از مبدعش فرق داره مثلا این میاد یه جای اینجاها اینو قد میکنه یک میاد یه جای اینجاها قد میکنه عرض از مبدعا فرق شیوا ولی شیبا یکیه پس چون با هم دیگه برابر کل این ام سی با هم دیگه برابر هستش پس ظرفیت گرمایی ها با همدیگه برابر هست این هم یه تفسیر دیگه از این بحثی که ما با هم دیگه داشتیم پس میشه گزینه یک بریم سراغ سوال بعدی سوال 67 میگه مقدار یخ صرف درجه سلسیوس را با 6 کیلوگرم آب 40 درجه سلسیوس مخلوط میکنیم در این حالت دمای تعادل 10 درجه سلسیوس میشود اگر 25 درصد از جرم یخ اولیه را کم کنیم با همون شرایط اولیه دمای تعادل چند درجه سلسیوس خواهد بود خب بچه ها، امیدوارم تا الان فهمیده باشی که چرا من اصرار بر این دارم که تو سوال هایی که دما وضعیت نهایی نامشخصه رو یاد بگیری با چه کنی دیروز یکی پیام داده بود تو اینستاگرام میگفت که آقا من نمیخواستم وضعیت نهایی نامشخص رو یاد بگیرم ولی چون اصرار کردی یاد گرفتم رفتم خوندم فیلم ها رو دیدم یاد گرفتم و الان میفهمم که چقدر تو سوال های دیگه داره به کارم میاد و مفهوم رو بهتر درک کردم ببین الان این سوال وضعیت نهایی تو مشخصه ولی اگر اون بحث وضعیت نهایی نامشخص و اینا رو بلد باشی خیلی راحت تر این سوال رو حل میکنی پس بفهم چیزی که من اصرار دارم رو تو در مقابلش مقاومت نکن در مقابل فهمیدن مقاومت نکن برم سوالم رو حل کنم خب به من چی گفته بود؟ گفته بود که 6 کیلوگرم آب 40 درجه سلسیوس دارم اینجا چی دارم؟ اینجا هم M کیلوگرم حالا یا ام گرم فرقی نمیکنه. یخه صفر درجه سلسیوس داره چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ اینا اومدن رسیدن به دمای تعادل ده یعنی اینجا 6 کیلوگرم آب 40 درجه سلسیوس اومده تبدیل شده به 6 کیلوگرم آب 30 درجه سلسیوس اصخایی میکنم آب 10 درجه سلسیوس اینجا براش اتفاقی افتاده ام گرم یخ سف تبدیل شده ابتدا به ام گرم حالا یا کیلوگرم گرم فرقی نمیکنه. کنه یخ میکنم آب سف درجه سلسیوس و بعد رفته شده ام گرم آب ده درجه سلسیوس حالا اگر مثلا به اینکه که بگه, بگه ام تا یخ سف درجه سلسیوس مثلا میگفت امتا یخ منفی ده اینجا یه مرحله دیگه هم بهش اضافه میشد یعنی اول اون امتا یخ منفی ده اول میومد تبدیل میشد به امتا یخ صفر و بعد تبدیل میشد به امتا آب صفر و بعد تبدیل میشد به امتا آب ده حالا Q1 به علاوه Q2 برابر است با صفر یعنی گرمایی که این داره میده با گرمایی که این داره میگیره با همدیگه برابره منم الان میخوام گرمایی که این داره میده رو با گرمایی که اینا میگیرن با همدیگه مساوی قرار بدم. یه راه همون MC دلتا تتاای خود رف. یه دونه همون تبدیل واحدی که من رفتم بررس به کالری و اینا که من از اون میرم. حالا تو دلت میخوام همون MC دلتا تتاای خودت برو یعنی سی آبو بذار 4200 تو اینا فرقی نمیکنه. عرضم به حضور شما که خب اینجا داخل آب من میگم مقدار گرمایی که این داره میگه MC دلتا تتا امش 6 کیلو گرمه ولی چون باید بر حسب گرم میذاشتم الان گذاشتم 6000 سی آب یک زب در دلتا تتام چقدر از 40 اومد 10 میشه بعد 30 تا منم میدونم باید بذارم منفی سی ها یعنی بذارم 10 منهای 40 منفی سی ولی چون من صرفا دارم راجع مقدارش صحبت میکنم برای مثبت منفیش اهمیتی نداره اینجا شد 30 تا خب کلا این میشه بچه‌ها چقدر 4 چه تا صفر داره ۳۶ تا ۱۸ تا شد ۱۸۰ هزار کالوری این چیه بچه ها؟ ام تا یخه سفر بخواد تبدیل بشه به ام تا آب صفر یه دونه ۸۰ تا ام همون املف و اینا اینجا میشه ۸۰ ام گرما میخواد اینجا چقدر میخواد؟ اینجا داخل آب شد دوباره ام سی دلتا ته تا ام سی آب یک دلتا ته تام هم تا, تا میشود بعد ام دیگه اینا رو یاد بگیر که این عدد از کجا آمده دیگه ام سی دلتا تتا اینم ام ال اف که ام ال اف بر حسب کالری اون خزعبلات میشود کالری بر حسب کالری تقسیم بر گرم میشه 80 خب این دوتا تا کلا میشه با هم دیگه جمع میشه میشه 90 ام مقدار گرمایی که این داره میده با مقدار گرمایی که کل این داره میگیره با هم دیگه برابر. پس 90M من برابره پس 90 ام من برابر با 180 هزار این با این میره این به 9 میشه یک این به 9 میشود دو ام من شد 2000 هزار واحد چیه گرم یا دو کیلوگرم این از پس من مقدار یخ اولی هم رو در آوردم دو کیلو گرن. حالا گفته 25 درصد از این رو کم کن 25 درصد یعنی 75 درصدش مونده درسته تو دو تا راه داری با برخورد با درصد با وقتی که میگه درصد دو تا برخورده یکی اینکه بگی آقا این دو کیلوگرم منهای 25 درصدش این دو کیلوگرم منهای 25 درصد که 25 صدم میشه یک چهارم منهای یک چهارم خودش هم میتونی اینو انجام بدی که بگی این با این میشه دو میشود یک و نیم کیلوگرم هم میتونی بگی آقا من از یه چیزی 25 درصدش را کم کنم کلا چقدر میمونه 75 درصد پس دو زب در 75 صدوم که این با این میشود این به 25 میشه 3 این به 25 میشه 4 3 4 زب دو دو همین یکنیم خواهد موند اینجا میشود ارزم به حضور شما که یکونیم کیلو گرم خب اینم با این ساده بشه یه دو اینجا میمونه سه دوم همین یکونیم کیلوگرم رو ما داریم پس بچه ها من مقدار یخم الان شد یکونیم کیلوگرم پس من الان چی دارم؟ الان 6 کیلوگرم آب سفت چل درجه سلسیوس دارم و یکونیم کیلوگرم یخه یکونیم کیلوگرم یخ صفر درجه سلسیوس دارم خب میخوام دمای تعادل رو به دست بیارم دیگه کاری نداره دیگه هم از اون بحثی که می میگفتیم یک 1 به علاوه کیو 2 مثلا برابر با صفر اینجا چند تا مرحله است گزینه ها ناکنم همش 6, 12 و 16 و 15 و بید. یعنی این اول اومده تبدیل شده به 1.5 کیلوگرم آب صفر و بعد تبدیل شده مثلا به یه دمای تعادلی یعنی سه تا کیو دارم یه دونه ام داره یه دونه ام سی دلتا تتا داره این هم یه دونه ام سی دلتا تتا داره من از این راه برم بعد از این راه هم برات حل میکنم که ببینی تو امتحانت با چه جوری بنویسی خب من از همون راهی که همیشه میرفتیم حساب کنم میگم که خب قطعا مقدار این خیلی بیشتر من مقدار کل انرژیشو بخوام حساب کنم که 6 کیلوگرم آب چهل بیا تبدیل بشه برای من به 6 کیلوگرم آب صفر میشود 6000 به گرم هم میذاشیم دیگه سی یک زب داره چهل این میشه و چهار تا صفر داره چهار تا بیست و چهار میشه دیویست چهل هزار کالوری خب این برای اینکه که یک و نیم گرم یخ سفت برای اینکه تبدیل بشه به یک و نیم گرم آب سفت چقدر بچه ها انرژی میخواد ام ال اف میشود ام هزار و پونسد گرم زب داره هشتاد سه تا سفرش میاد 8 5 تا تا 4 تا میمونه میشه از 120 هزار کالری من کلا 240 هزار کالری انرژی داشتم 120 هزار تاش بابت این رفت بله تا اینجا درسته حالا من 6 هزار 6 کیلوگرم آب 40 درجه سلسیوس دارم که 120 هزار تا ازش انرژی گرفتم این مقداری میاد پایین ببین من میتونم اینجا اینطوری بگم بگم آقا این یه مقدار اومد پایین مثلا میاد به یه دمایی میرسه بیام اون دما رو حساب کنم و بعد دوباره این دوتار رو هم دیگه تعادل بگیرم میگم چه کاریه آقا من واقعا از این 6 کیلوگرم آب چل همه این انرژیشو رو بگیرم یعنی واقعا اینو بیارم برسونم به این برسونم. همشو رو گرفتم رسید به 6 کیلوگرم آب صفر درجه سلسیوس ولی خداوکیلی من چقدرشو واقعا گرفتم از 24 240 هزار تا 120 هزار تاشو گرفتم یعنی این منهای اون که میشه دوباره 120 هزار تا 120 هزار تا رو من اضافه گرفته بودم دیگه این 120 هزار تا رو بهش برگردونم یعنی من 120 هزار تا رو به کل این مجموعه بر میگردونم که میاد تبدیل میشه به 7.5 کیلوگرم آب حالا برم ببینم چند درجه سلسیوس هست کلا چقدر بهش گرما دارم میدم 240 240 هزار منهای 120 هزار میشه 120 هزار برابر است با MC ام هم که 7500 زب در داخل آب هم سیم یکه زب در دلتا تتا دو تا صفر این با دو تا صفر این میره ارزم به حضور شما که دلتا تتا از اینجا به دست میاد 1200 سخصیم برای 75 5. که من این رو بنویسم 12 زب در صد این به 25 می شود سه این به 25 می شود 4 این به سه می شود 1 این به سه می شود 4 می شود 4 تا 16 درجه سلسیوس حواس هم هست که از 0 داره میاد بالا پس میشه شود 7.5 کلو آب 16 درجه سلسیوس یعنی گزینه سوم خب این سوال حل شد حالا برم اه این از این راه برات برم یعنی بنویسم Q1 به علاوه Q2 به علاوه Q3 ببینید چه جوری به دست میاد من اینجای تخته رو پاک کنم از اون راه برم تا شما متوجه بشید خب بچه‌ها من گفتم که برای اینکه شما بخواید تو امتحانتون هم بنویسید یک بارم از این راه برام که ببینید چه جوریه Q1 به علاوه Q3 به علاوه Q2 به علاوه Q3 برابر است با 0 خب ببین من اینجا اینطور میگم میگم آقا 6 کیلوگرم آب 40 درجه سلسیوس دارم اینجا هم یک و کیلوگرم یخ صفر دارم خب این یک, یک کیلوگرم یخ صفر اول میاد تبدیل می شود به یک و کیلوگرم آب صفر بعد این میاد تبدیل میشه به یک و کیلوگرم آب تتا درجه این هم از اینجا میاد پایین میشود 6 کیلوگرم آب همین تتا درجه اینجا این Q1 این Q2 این Q3 مقداره. هر سه تا اینا رو که با هم جمع کنم باید بشه برابر با سه خب Q1 هم بچا چیه ام سی ال تا تتا ام هم چقدر 6 کیلوگرم ضرب در C آب 4200 ضرب در دلتا تتا هم چقدر میشود تتا ای منهای 40 اینجا هم میتونی بگی مساوی با مقدار اینها هم میتونی حالا چون اینجا بر حسب منفی گذاشی اینجا به علاوه کیو دوم چقدر میشه بچه ها اینجا دوباره ام سی دلتا تتا تغییر دما داشتم امم چقدره چقدر یک و نیم کیلو گرم در داخل آم هم چهار در دلتا تتا هم چقدره تتا منهای های صفر این به علاوه اینجا یه دونه ام دارم میشود یک و نیم زب داره ارزم به حضور شما که 336 هزار همین رو که با هم دیگه جمع کنم وابشه بشه برابر با صفر تتای ای از اینجا همونطوری به دست میاد برابر با ضرب و تقسیمش کنم در نهایت تتای ای به دست میاد همون 16 درجه سلسیوسی که ما با هم دیگه به دست آوردیم فقط حواست باشه اگر اینجا این یکونیم کیلوگرم یخ مثلا بود کنیم یکانیم کیلوگرم یخ منفی ده اینجا علاوه بر این ام ال یه دونه ام دلتا تتا که دیگه سی اون وقت با هم دو هزار چون داخل, آب داخل یخه اون رو هم باید داخل اینجا می تو توی بازیم که در نهایت میشه برابر با این ببین منم الان در واقعا اونم دارم همین کارو میکنم میگم آقا مقدار Q1 با مقدار Q2 به علاوه Q3 با هم دیگه برابره کیو یکم منفیه چون داره گرما از دست میده ولی اینا مثبتا من مقداراشون رو که در نظر بگیرم در نهایت دوباره به همین خواهم رسید تو هر کدوم دلت میخواد بنویس ولی برای امتحان شما باید این پکیج رو بنویسید تا نمره کامل رو بگیرید اون راهی که اول بر کردن کردم مفهومی تره شما با مفاهیم بیشتر کار داری تو ذهن خودت یه مقدار ضرب و تقسیم آسونتره. ببین الان اینجا احتمال خطای تو خیلی زیاده ولی خب اونجا خیلی آسونتر میتونی سریع به جواب برسی همه شو باید یاد بگیری بریم سراغ سوال بعدی سوال 68 میگه اگر به 20 گرم یخ با دمای منفی 20 درجه سلسیوس در فشار یک اتمسفر 5 کیلو جول گرما داده شود دمای نهایی آن چند درجه سلسیوس خواهد بود؟ سوال روتین برای امتحان ها و یه سوال تقریبا آسونی هست. سی یخ رو بهم داده 2100 ال اف رو دیگه بهم نداده ارزم به حضور شما که 336 هزار جول بروی کیلوگرم. کیلوگرم بهم داده ژول جول بروی گرم حواسم به این باشه که اینا کیلوگرم اینجا ولی اینجا گرمه حواست به این نکته های ریز باید باشه دیگه سیاب هم بهم داده 4200 خب برم سوالم رو حل کنم بچه ها من 20 گرم یخه چند دارم؟ منفی 20 دارم میخوام به این گرما بدم این برای اینکه بره تبدیل بشه به 20 گرم یخ صفر چقدر گرما میخواد؟ این Q1 برم Q1 هم رو حساب کنم ام سی دلتا تتا دیگه ام هم چقدره؟ من دلم میخواد ارزم به شما که بر اسب کیلوگرم و اینا بذارم میشود 20 هزارم 20 هزارم ام سی شقدر دو هزار صد در دلتا تتام دلتا تتام از منفی 20 اومده رسیده به سه میشه صفر منهای منهای 20 که میشود 20 دو تا صفر این با دو تا صفر این این هم با این بره این از اینجا میشود دو, دو تا چهار تا چار زب در دو میشود چار زب در به جای نامی چهار یک چار تا چهار تا ارزم به حضور شما که دو چهار تا هم 8 تا یه صفرم اینجا دارم بذارم میشود 840 جول من کلا چقدر انرژی دارم کلا 5 کیلو جول یعنی کیو کلی که من دارم کیو توتال برابر است با 5000 خب من 840 تاشو اینجا مصرف کردم این اومد رسید به این برم گام بعدیش میگم 20 گرم یخ صفر برای اینکه تبدیل بشه به 20 گرم آب صفر یه دونه اینجا MLF میخواد اینجا میشود Q2 اینجا دیگه تغییر حالت دارم ببین من دیگه اینجا تغییر دما ندارم اینجا هم صفره اینجا هم صفره پس تغییر حالته میشود MLF M هم چقدره؟ 20 گرم همون 20 بذارم زب داره LF 330 دانش اینجا نعره کنان میگه آخو اینجا تو در حسب کیلو گرم گذاشی ولی اینجا چرا بر حسب گرم گذاشی میگم که بنده خدا اینجا رو من بر حسب گرم گذاشتم چرا به خاطر چرا که خود ال افو گفته جول به روی گرم ببین که این گرمه با این گرم ساده میشه واحدم هم میونه همین جول از حواست باش چیو داری با چی ضرب و تقسیم می‌کنی سرت رو این بم... همینطوری بنویس که میخوره تو ملاجت بعدن. دو تا صفر دارم دو ضرب در 33 می‌شود 600 اس کردن 6600 ژول خب من کلاً چقدر انرژی داشتم 5000 ژول 840 تاش جا رفت مون چقدر موند اگه 800 تا رو بردارم میمونه 4200 تا میمونه 4160 تا من در این مرحله 5000 تا داشتم من های 840 شد 4160 جول برای من مون برای این مرحله چقدر انرژی میخوام 6600 تا کلا چقدر دارم 4160 تا پس همه این اتفاق نمیفته یک مقدارش یک مقدار تبدیل به آب میشه یه مقدارش همون یخ میمونه چی دارن؟ یه ظرف دارم که یه مقدارش تبدیل شد به آب یه مقدارش هم تبدیل شد به یخ یعنی دمای تعادل اینجا چقدر صفر پس میشه گزینه چهارم حالا اگر مثلا سوال به شما میگفت که آقا چقدر از این یخ تبدیل میشه به آب شما اون وقت این 4160 جور رو برابر با MLF قرار میدادی M زب در LF هم چقدره 300 C حالا اینجا چون دیگه بر حسب حصف... 330 اینجا هم بر حسب گرم به هد جواب خواهد داد که حالا اینجا ام هر چی که به دست بیاد مثلا یه چیزی بر حسب گرم خواهد بود پس میشه سوال گزینه 4 بریم سراغ سوال بعد سوال 69 میگه چند کیلوگرم یخ منفی 10 را درون 18 کیلوگرم آب 65 درجه سلسیوس بریزیم تا نهایت آب با دمای 5 درجه حاصل شود خب سی آب و دیویست سی یخ دو هزار و اله اف هم هزار جول یا سی کیلو جول اطلاع فرات که ناچیزه یه سوال خیلی روتین و خوشگل که نمونهش رو هم دیدیم الان میخوایم ما ببینیم میگه چند کیلو گرم یعنی من اینجا باید بنویسم ام حالا کیلوگرم یا گرم فرقی نمیکنه یخ منفی ده رو با چی من قاطی کردم؟ 18 کیلوگرم 18 کیلوگرم آب 65 درجه سلسیوس میخوام در نهایت چی داشته باشم؟ آب 5 درجه سلسیوس یعنی این میاد تبدیل میشه به 18 کیلوگرم آب 5 درجه سلسیوس این ام کیلوگرم یخ منفی ده ابتدا میره تبدیل میشه به ام کیلوگرم یخ صفر درجه سلسیوس بعد میره تبدیل میشه به ام کیلوگرم آب صفر درجه سلسیوس و بعد میره تبدیل میشه به ام کیلوگرم آب 5 درجه سلسیوس مقدار گرمایی که این میره یعنی Q1 برابر است با Q2 به علاوه Q3 به علاوه Q4 من من همه چیز رو دارم با همون کیو یک به علاوه کیو دو به علاوه Q3 تا نهایتا به مساوی با صفر دارم حل میکنم من راه از در نیاوردم که من الان دارم همون کار میکنم میگم آقا تک تک این کیو ها با هم دیگه جمع بشه و مقدارم با هم دیگه برابر بشه خب کیو اینجا بچه ها میشه چقدر کیو اینجا برابر است با حالا تو دلت میخواد بر حسب اون کالری تبدیل کن دلت هم میخواد تبدیل نکن فرقی نمیکنه حالا چون من میخوام با اعداد کوچکتر سر کار داشته باشم تبدیلش میکنم اگر تو برای امتحانته باید پاسخنامه تشریحی براش بنویسید سر جلسه امتحان به همون بر حسب ام سی دلتا تتا خودت برو آب و قشنگ مثلا همون اعداد خودت بذار نمیخواد به حسب کالری اینو تبدیل کنی اینجا 18 باید بر به گرم بذارم میشه 18 هزار زب در C1 دلتا تتام چقدر از 65 تا 5 میشه باید 60 تا اینجا اه, MC دلتا تتا دارم میشه باید M زب در بچه ها چقدر داخل آبم یک زب در دلتا تتام 5 تا مقداری دارم صحبت میکنم دیگه منفی مثبت رو گذاشتم کنم اینجا Q3 M تا MLF تغییر حالت دارم ام در 80 اینجا چیه qو 4 برابر است با دوباره یه دونه ام سی دلتا تتا هی. ام میخوام سین داخل یخ گفتیم یه دوم دلتا تتام چقدر از منفی ده تا ارزان موضوع شما صفر میشود 10 تا ببین اگر میخوای این منفی مثبت رو رعایت کنی همه اینها مثبتن هم چون دارن اینا گرما میگیرن ببین میشه صفر من ها تتا دوی منهای تتا سه میشه پنج منهای های صفر مثبت اینجا ام ال اف داره گرما میگیره میشه ام داره هشتا اینجا هم دوباره همینه تتا دو من تتا یک تتا میشه صفر منهای منهای ده میشه مثبت ده ولی اینجا منفیه ببین تتا دو من تتا یک پنج, منهای پنج. منهای من های و میشه هم من ولی دیگه حالا شما مقداری میخوام صحبت کنم منفشو شما ولی اگر تو میخوای بگی کیو 1 به علاوه کیو دو به علاوه کیو سه در نهایت مساوی با صفر اونجا دیگه این منفی مهمه که بره اونوره تساوی اینها با هم دیگه مساویشون درست بشه این برابر می شود با همینطوری میذارم اینجا می شود 5 m اینجا می شود 80 m اینجا هم دوباره می شود 5 m اینا کلا میشه 90 m 90 m من برابر با 18000 ضرب در 60 خب صفر این با صفر این بره این به نه می شود یک این به نه می شود دو ام از اینجا به دست میاد دو تا دوازده هزار گرم یا دوازده کیلو گرم یعنی من اگر دوازده کیلوگرم گرم یخ منفی ده داشته باشم با هیچده کیلوگرم گرم آب شست و کنم در نهایت من آب 5 درجه سلسیوس دارم چقدر آب 5 درجه سلسیوس دارم یه 18 کیلوگرم اینجا یه 12 کیلوگرم هم اینجا در نهایت من 30 کیلوگرم آب 5 درجه سلسیوس دارم میشه گزینه 3